سلام عزیزان، با آموزش این لباس زیبا و پرنسسی و خوشگل در خدمتتون هستم. بریم آموزش رو با هم ببینیم. الگوی اولیه رو آماده میکنیم. در الگوی پشت 1 سانتی‌متر از قسمت پهلو داخل میشیم و این قسمت رو میگیریم، چون لباس مجلسیه و پهلو باید تنگ تر باشه. در قسمت وسط الگوی پشت هم 1 سانتی‌متر داخل میای. برای طراحی یقه پشت 1.5 سانتی‌متر از لب یقه میایم جلو و چون یقه به حالت 7 هستش 11 سانتی‌متر هم میایم پایین و به صورت 7 طراحی میکنیم و برش میزنیم. در الگوی جلو در قسمت پایین الگو 2 سانتی‌متر اضافه میکنیم. همینطور که میبینید این برای این هست که کودک وقتی لباسون پوشه لباس به سمت بالا کشیده نشه. برای این مدل لباس به 2 تا الگوی جلو نیاز داریم. از قسمت یقه 1.5 سانتی‌متر میایم جلو و از قسمت پهلو 6 سانتی‌متر علامت میزنیم. این 2 نقطه رو به هم وصل میکنیم. الگوی جلو و پشت ما آماده است. پارچه دولا استفاده میکنیم. الگو رو روی پارچه قرار میدیم و علامت میزنیم. فاصله ها رو مشخص میکنیم و برش میزنیم. برای الگوی پشت هم پارچه دولا استفاده میکنیم و الگو رو قرار میدیم، علامت ها رو مشخص میکنیم، فاصله ها رو مشخص میکنیم و برش میزنیم. اگر دوست داشته باشید مثل مدلی که من برش زدم از پارچه کار شده هم استفاده کنید، میتونید بعد از برش پارچه اصلی برد پارچه کار شده رو هم روی پارچه اصلی قرار بدید و برش بزنید. بهترین و سریع‌ترین روش برای اینکه جای دوخت در پارچه پشتی هم مشخص بشه و بتونیم دوخت تمیزتری داشته باشیم اینه که از رولت و کاغذ کاربن استفاده کنیم. همینطور که می‌بینید جای دوخت در پارچه پشتی هم به راحتی مشخص میشه. پارچه کار شده رو هم روی پارچه اصلی قرار میدیم و با سنجاق ثابتش میکنیم. مدل لباس چون چپ و راستی هستش از فاصله 7 سانتی‌متر از لبه پارچه علامت میزنیم و این 2 نقطه رو روی هم قرار میدیم. ترفند نشکستن سوزن در دوخت پارچه های کار شده رو اگر میخواهید بدونید چیه میتونید این ویدیوی بالا رو ببینید. برای دوخت سجاف هم پارچه اصلی رو روی پارچه قرار میدیم و به عرض 4 سانتی‌متر سجاف رو برش میزنیم.
و همینطور که میبینید سجاف رو روی پارچه اصلی قرار میدیم و میدوزیم. سجاف پشت لباس رو هم به همین صورت برش میزنیم. و همینطور که میبینید سجاف رو روی پارچه اصلی قرار میدیم و میدوزیم. بعد از دوخت سجاف از زان فیکس استفاده می کنیم که سجاف رو فیکسش کنیم به پشت لباس. این فاصله رو میدوزیم که ثابت بمونه و جا به جا نشه. بعد قسمت پهلوها و قسمت سر شانه رو میدوزیم. نواری به طول دور کمر و عرض 12 سانتی متر برش میزنیم. برای ایستایی بهتر میتونیم از لایه چسب هم استفاده کنیم. دامن لباس ما طول پارچه رو به اندازه 2 برابر دور کمر در نظر میگیریم و عرض پارچه برابر با قد دامن در نظر میگیریم. دامن دومی رو هم طولش رو به همین مقدار برش میزنیم و عرضش رو 12 سانتی متر کمتر. برای چینکش کردن لبه دامن ما درجه دوخت رو در بزرگترین حالت در نظر میگیریم و به فاصله 1 سانتی متر از لبه پارچه چینکش رو انجام میدیم. برای که چینکش مرتب‌تر و زیباتری داشته باشیم میتونیم دوبار این چینکش رو انجام بدیم. بعد نخ زیری رو میکشیم و طول پارچه رو برابر میکنیم با دور کمر لباس. دو تا دامن رو روی هم قرار میدیم و به کمری وصل میکنیم. برای اینکه دوخت راحت تر و مرتب تری داشته باشیم اول دو تا دامن رو به هم وصل میکنیم و بعد دامنها رو به کمری وصل میکنیم.
لبه های پایین دامن هم در دوختش از نوار گرند استفاده میکنیم که نحوه دوخت نوار گرند رو میتونید در این ویدیوی بالایی ببینید. برای طولانی نشدن ویدیو و اینکه یه تقسیم بندی برای آموزش ها باشه، آموزش این مدل آستین رو در ویدیو بعدی میتونید ببینید. بعد از دوخت زیپ مخفی به لباس، به خاطر که پشت لباس شکیلتر و مرتب باشه، به حالت سجا یک پارچه وصل میکنید. بعد از دوخت قسمت سجاف پشت، ما این کار رو اتو میکنیم و از زان فیکس استفاده میکنیم تا این سجاف به قسمت پشت لباس فیکس و ثابت بشه. برای پاپیون پشت لباس یک پارچه مربع 30x30 برش میزنیم و میتونیم از پارچه کار شده هم به طول 30 و 15 سانتیمتر استفاده کنیم. اینطور که میبینید این قسمت ها رو میدوزیم و این قسمت وسط به فاصله 3 سانتیمتر رو نمیدوزیم. و این دو قسمت رو هم برش میزنیم و میدوزیم که میشه قسمت پایین پاپیون. الان پاپیون ما آماده شده، میتونیم پاپیون رو به پشت لباس وصل کنیم یا به قسمت جلو لباس، هر کدوم که دوست داشتید. اگه پاپیون رو برای پشت لباس استفاده کردید، باید یک طرفش رو از دکمه فشاری یا قابلمه استفاده کنید برای اینکه زیپ بتونه به راحتی باز و بسته بشه. دوستان اگه این ویدیو براتون مفید بوده ممنون میشم لایک کنید. لایک های شما کلی به ما انرژی میده. کانال رو حتما دنبال کنید تا از آموزش های جدید ما مطلع بشید. مثل همیشه دوستتون دارم.
اینم لباس زیبای ما.